مانجه؟ میمی؟ سلام شاه جان، خوبی؟ یادش بپا، آزار بپا، قشنگه، گناه داره. بپا داداش، بپا، این برا بپا. سلام عباسم، بپا، این کچولو بپا. کی اومدی؟ سلام ناصر جان، سلام امیر، همون سلام خواه، سلام زنده داشت، سلام مادر، مادر سلام مانیر، همون سلام فراز، خوشم خواه رضا چون دایی داداش همین جلوانیه. منی چه؟ جانم اونا مربا میپزن؟ آخه دلت مربا میخواه؟ منی چه؟ اونا صف بستن واسه هم زدن مربا که تبرکه، که حاجت میده، که هر گلبرگش از ته قلب تمیز شده. منی چه؟ من یه حاجت دارم. چه حاجتی؟ که اون نامردایی که اینجوری زدنه دستگیر بشن، که تو پنجه قانون اسیر بشن. منی چه؟ برو برای من یکیه نوبت بگیر. برو عیز. سیما خانم ببخشید، میشه ما به جای نوبت شما هم بزنی؟ منیشه جون، این مربا مربای برگ گله، حلیم نیست که بشه 3000 بار همون زد، هر کی میتونه یه همون کوچیک بزن. ببخشید. شهناز جون، تو جاتو میدی به ما هم بزنی؟ با منیجر جون، خودت که میدونی من چقدر حاجت دارم. ببخشید. ببخشید. شما نوبتتو میدی به من؟ صف خیلی طولانیه، ممکنه به ما نرسه. خودم باشیزم. بلم کن، بلم کن، بلم کن. خدایا به حق همه ی رزمنده کاری کن منو همه ی معتادا ترک کنیم، همه ی معتادا حالشون خوب شه، منم خوب شه. خدایو خودت سبب سوز شو. علی بده مادر،
دمت کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم در اوج فقیری شاهم خود عاشق سار اللهم آگاهم من بنده ای از اللهم در اوج فقیری شاهم خود عاشق سار اللهم من مستم سرمستم بر دلبر خود دل بستم من دار نداره خود را از یوم مولا هستم آگاهم آگاهم من بنده ای از اللهم در اوج فقیری شاهم چون عاشق سار اللهم من مستم سرمستم بر دلبر خود دل بستم من دار نداره خود را و یوم مولا هستم آگاهم آگاهم من بنده ای از اللهم در اوج فقیری شاهم. دست نباشید. ممنون. چند تا بودین اومده؟ 28 تا. لباس خاکی رو تحویل دادین؟ نه. چند تاش مونده؟ 4 5 تایی مونده. سلام شا. سلام کجایی؟ ببینی جبه شما. داریم اینیم اردو سه روزه میدون مبانه جبه میای؟ میای؟ اگه میای یه رزرنامه از اولیات بگیر بیا لباس ها تموم میشه ها. خیلی دلم میخواد بیام ولی نمیتونم. وایسا بابا کجا؟ تو چته؟ چرا امروز اینجوری؟ هیچ بابا چیز نشد. من برم فکر کنم شاید باهاتون اومد. پس یه رضایت از اولیات بگیر بیا. باشه. باشه 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 بابا باید فکر کنم باشه. امیر آقایی چطوری جوون؟ نترس ولی انجامش زیر این بارون. آقا بهروز ببین این کبودی زیر چشو چقدر خوش‌شیفترت کرده. میدونی چه شکلی شده؟ من نگاه نگاه کن منو. وایسو دیگه کجا داری میدی؟ آقا بهروز ببین من میگم که یه 70-80 تا از این موها تو یه دسته بکن قشنگ بی بی چونشون بنداز پایین ولی عکسی 6-4 بگیر با تو. اما میگم یه دست از این موهاتو پیچ بده قشنگ بیفته پایین تا بخوره نه قشنگ میشه نگاه کن موهاشو ماشالله ماشالله چقدر قشنگه این خرسیمه. آقا بهروز حالا درسته این نامرده شما رو زدن خوشتیبتر شدی ولی شما نمیخوای ازشون شکایت کنی؟ اینا راهزن بودن، گانگستر بودن، سارق بودن، چی بودن؟ خب شکایت کن خسارت بگیر دیگه ازشون. ببین مثلا من خودم شنیدم دولت گفته که شما میتونی بلنشی بگی پزشک قانونی اینا معاینه میکنن یه نامه میدن بعد مثلا تا 150,000 تومن هم خسارت میدن. به خدا خواهر من آقا مجید نگه این میزرنتش. خب این اصلا همه قیمت رو دستشه دیگه. مثلا میگفتش که دماغ یه قیمتی داره، اون کوفته که یه قیمتی داره، نمیدونم این دست و پا شکستن اصلا یه قیمت دیگه داره. مثلا همین که چنگ بزنن تو موهات اگه یه دسته بکنن خب این یه قیمت داره، دو دسته بکنن یه قیمت دیگه داره. آقا بهروز شما برای خسارت دیگه یه 4-5 علنگو واسه من بخر دیگه. آقا بهروز من اینقدر خوشم میاد به شما بگم آقا بهروز. ها
آجا! منیشه! من رو قاچاق فروش رو زدن! آره قاچاق فروش رو من رو زدن! قاچاق فروش رو! دستتو درد نکنه که من رو زدین! ای والا! ای والا! ریخت از سر من! زدن آشولاشم کردن! خدا خدا مرسی که نذاشتی برم بشینم به اسم توت توت نشه کنم. خدا دمت گرم که دادی منو بزنن. دمت گرم خدا. آقا بهروز این موهی قشنگت نیست داره بارون نیست بشه بزا خوشگش کنم. بیا این آش همسایه است، زود تقسیمش کنید که سرد نشه مجبورشیم داغش کنید. در ضمن صحن منم برای شام بذارید کنار. Thank you.
برو تو آشپزخونه پیش مادر بزرگ، ازش اجازه بگیر یه نعنا داغ درست کن برای آش. با هم بریم؟ نه من میخوام بارون رو نگاه کنم، بند اومد منم میام. به فکر آبرو و حیثیت ما و خودت که نیستی، به فکر آبرو و حیثیت دیگران باش. گن زدی آبروت رفت، خاک دست سرت. جانب به روم کل کار پدر دانش آموز امیر محمد کل کار رضایت خود را برای رفتن فرزندم رضایت خدا برای رفتن فرزن به اردوی نظامی اعلامی نمایم.
دست درد نکنه. حالا داری چی از تو خاک در میاری؟ ببینید زن دایی، من با توجه به صحبتایی که با شما تو نمایشگاه داشتم دیگه با اجازه شما، دایی بیژن که اصلا اجازه نمیده، با اجازه شخص شما خودم موظف میدونم نسبت به مسئله شهناز خانم تعصب داشته باشم. الهی ذلیل، نمیری دختر؟ هی به من گفت امتحان نمیدم، کتابم گم شده. کاملا الکی گفتم به شما، قصد ترک تحصیل داره شهناز خانم. غلط کرده شهناز خانم، چند وقت کتک نخورده؟ خواهش میکنم دیگه توهین نکنیم به ایشون. من همون بعد نمایشگاه ماشین روز اولی که اومدم اینجا به هوای همایون دیدم شهناز خانم داره این کتابو زیر خاک مخفی میکنه. بهشون گفتم اگر شما به درس علاقه نداشتین این کتابو تو نایلون نمیپیچیدین. این نشون میده که شما به درس هنوز علاقه درایز بنده دقت میکنی شما. گفتم شما هنوز به درس علاقه دارین. این نشون میده که تو اعماق روحتون نمیخواین این کتاب آسیب ببینه. این نشون میده که شما هر این دیگه بابا بری یه وری دیگه عجب گیری کردیم به خدا. آقا فراز دست شما درد نکنه با این رازداریتون. شما نباید مردود بشید، میفهمی؟ شما باید مدارج ترقی رو طی کنید. نخون که نخون، هم بهتر که نخون به درک. شما استحقاقشو دارین، حیفه. بذار ببینم آقا فراز، گذاشتتش تو نایلون. تو به اعماق روح خودت هم اعتقاد نداری دختر؟ آقا جون اصلا من خنگم، اصلا من به درس علاقه ندارم، تو مخم نمیره. از این به بعدم با نایلون خاکش نمی کنم، همین جوری خاکش میکنم. تو غلط میکنی. این دفعه آخرتون باشه به خودتون توهین میکنید. شما به مناطبتون آسیب میزنید. راست میگه دیگه، صحبت به این معنی داری؟ در ضمن شما اصلا خنگ نیستید، خیلی هم باهوشید. خدا من باهوشم؟ بله شما خیلی باهوشید. آقا فراز میتونین بهش درس بدین رفوزه نشه؟ میشه خواهش کنم؟ بله من میتونم، ایشون نباید رفوزه بشه. معلومه که نباید مردود شم. کیه؟ امیده است. بیرونه Yeah.
ممنون آقای گلکار. آشغال بیست و سر مدرسه هست اینجا سلام به چه عجبه این طرف ها؟ مخلص این شبه چطوره بیروز؟ بدش نیست ماشین چطوره؟ خوبه بد نیست میگم من امیر رو دعوا کردم قهر کردم گفتم شاید بالا بشه خونه شما خوشحال خواهد اومده یا نیومده؟ نه نه اگه اومده بگو نیومده برام اینجا نیست آخه اون جز اینجا جایی رو نداره که بره همینجا رو داره شاید تو گوشه کناره باغ خودشو پنهون کرده اینجا که نه باغ همه جا رو گشتیم نبود که نبود بابا بگو جان زن بهزاد شهناز برات نوه احترامم دیدن که از باغ رفته بیرون داداش ببین اوشن خور میدونم داری از خودت معرفت نشون میدی سر این بچه میگی پناش بدم لوش نه منم میدونم تا مرد پخته و جا افتاده و دنیا دیده و زندگی کرده ای هستی آره اما بهش بگو این باباشه بهرام گلکار پدر امیر محمد گلکار بابا امیر اگه تو اتاقت بهش بگو بهروز جون جان آقا برو اتاقو بررسی کن میرم لا اله الا الله خب برو از عمش بپرس دهنه ممکنه با هم ته کردید که نگید ها داداش چیه من دیگه چیزی نمیدونم اصلا بیا برو تحقیقات کامل کن میکنم منو ببر زیر شکنجه تا اعتراف کنم عجب بابا منم مثل شما منم یک کسی هم که حالا واقعا دلم شور میزنه برای امیر ببینم کجا هوشنگ خواهد امیر محمد گلکار میدونی که بهروز بهروز هوشنگ بی خود حرف نمیزنه شروعش نکن ببینم کجا چشم داداش یه مقدار تون نفتن ببخش هوشنگ خواهد چیه؟ زیر چه چطور شده؟ ایچی بکن برام بیا بریم بالا خودت از نزدیک ببین که باور کنی آره دیگه برام آشا اینجایی خوش آم چطوری؟ سلام علیکم برده سلام برده آقا چه شانسی بونم نرفتید لباس من از اون تو مونده آقا من با شما میام رضایتنامه اولیا بله آقا رضایتنامه چه زودم این پر تو ماشین بیا پایین تو هوای آزاد هم صحبت کنیم بشمرسته میری تو چادر مدیر مدرسه تو میز کشوی دوم یه چراغ و وست و همیداری میان بشمر یک بشمر دو نه 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 همه درصد قلابیه خودش روز کرده تابلوه هستم تابلوه سلام علیکم برادر چه خوش شانسم ببین اما همش هم نه اینجا نه ماشین هموشه خونه همش هم همین بالاست دست راست خونه اول من میرم بالا اتاق همش یه سلام کنم خونه مادرش آقا اون تو اصلا چرا قوه نبود که شما همه قفل بود موردی نره پیش آقا شما باشه من الان برمیگردم باشه برده بعد اگه هم صبر کنی همین
بشه بشه تو علیه خوبیه. سرت هم بابا بیا بریم دیگه تو رو امام حسین. چیه؟ دوگمازی شروع نمستی کلاخبر برو بی تحت کلاخبر برو تو برو بودو بینه بودو عجل از روز رزا الله اکبر آیا شب نمیگم صدا نداره دست رو بنداز عجل از روز رزا خواه دو عقاب گر ستون اول رسته اقوی تو گوزشه ازادنامهش غلاب بود گفتم رد نو نه دمامه درصد غلابیه وقتی رفتم بالا باباشو دیدم وقتی فهمید اردو نظامیه با یه حالتی گفت ببینش اردو حتما ببینش برادرها توجه کنین لوازمی که تحویل گرفتین کلاه پوتین پتو همه اینا تحویلیه بعد اردو باید تحویل بدین الان هم تا ده میش برم سری جات رو میندازیم برنه برخورد میشه بشور یک سری بشور دو بشمار سه بشمار چهار بشمار پنج بی صدا بشمار شیش بشمار هفت بشمار هشت بشمار نه بشمار ده حالا چه معطل کردی؟ همه تنبیه بشین برپا سریع برپا بلشین بشین برپا بشین آزاد بودیم بخواب خشمشبه بارو بابا باز چی پا شدی اومدی اردو؟ با چرا انقدر دمقی اومدیم خوش باشیم؟ تو اصلا خیلی آدم دنیا دیده هستی؟ ما که نهیدیم کسی با خشم شب خوش باشه نیم ساعت دیگه چراغا رو خاموش میکنن یه ساعت بعدش هم میریزن تو تیر هوایی در میکنن کلاخ فرمیدن یه خورده آماده باشن میشن شب جمعه دو روز اومدیم اینجا دور از هیاهو و قیل و قال خانواده با خودمون خلوت کنیم اصلا اعصاب این کار رو هم ندارم شما من اعصابم خیلی له تا مسائل ما با خبر نیستی تنها چیزی که ازش با خبری از سال محرمانه ساعت خشم شب همین چه حالی هم میکنم فکر میکنم مثلا میدن که قرارم شب خشم شب بزنم برای اینکه از اینکه اومدن اردو راضی هم و همه چیش هم فکر کردن ها چون این جندگان این ورانور میپریم آدم نیستی مگه تو شاب جون خواهشم برو یه ور دیگه یکی دیگه راست خود پیدا کن باشه بزن ما با تنهایی خودم حال کن برو
برو شام برو. چیه؟ بسه به درد رسوایی و بیا بروی خودم بمیریم. سلام علیکم.
من اسلحه‌ام را اینجا خاک کردم، ورش دارین. یهو لباسا و پوتین و کوله پشتت هم چال میکردی بعد در میرفتی. یه جور میگی در رفته، این کار از میدون کارتر جنگ در رفتم. خودم بعدم بهش تلفن میکردم میگفتم اینجا چالش کردم. تو مگه قناب با من حرف نزدی؟ چی شد پس؟ آخه تو عقلت به کار خودت نمیرسه. معلومه که عقلم به کارم نمیرسه. اگه میرسه الان کارم به اینجا نکشیده بود. آخه نامه نوشتنم شد کار. آره من نامه نوشتم، آره من نامه نوشتم. کی به تو گفتش؟ باباش، دختر عمم، همه فهمیدم من کادو خریدم نامه نوشتم. میدم کار خود دختر عمه دیوونمه. دیدم اومد با گفتش این آخشاب خیلی پسر خوبیه، که بگی مثلا یک کم هست که من آدم حساب کنه. آه مینا هم رب به مامانت گفتش، مامانت هم سر سفره وقتی داشتیم دم پختک میخوردید اومد به تو گفت که من نامه نوشتم. ای خاک بر سرم، خاک بر سرم، همه فهمیدم. من این نامه رو گفتم. دیوانه روانی، گم کردن اسلحه، دادگاه داره. آره آره شنیدم دادگاه سهرهی داره. آره ببین شاه، من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. شاه الان میری پیش فرمانده، بهش بگو من میخوام برم، من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. شاه الان هرچی از دهنم پرید در رابطه با اون نامه، ببین به هیچ کی نمیگی و ازش استفاده نمیکنی، بعد اذیتم کنید. باشه خب ببین شاه، تو الان فقط با فرمانده قاطی، الان با هم دیگه میریم پیشش، ازش اجازه میگیریم، من باید برم خونه. ماشین بده من برم خونه، من دیگه نمیتونم بمونم اینجا. نکن باشه بابا باشه. سلام. سلام آقا. اینجا چیکار میکنی؟ آمام خواستم بگیم. اصلا تو دو بیان توی درد رو فایده. بفهمو. خودم میام بابا، خودم میام. شاب جون من واقعا قبولت داشت، تو یه آدم چریکی هستی که میتونی توی شرایط طاقت فرسا تعمل کنه و بیاد کارهایی داری انجام بده. آخه تو میخوای بعدا اینجا کارمن باشی؟ از همین الان داری واسه شو کارهایی داری انجام میدی. آره بابا نشون بده خودتو، نشون بده. دارم این بسم الله رو عروس سربرگاه کاغذهای داری میکنم که یه روز همه رو بریزم تو رودخونه. اون زیر دست و پا گم و گور میشه. حالا شما هم هرچی دلت میخواد به ما بگو. امیر به قرآن اگه برات نگردونده بودم برات خیلی بد میشد. بیا اینجا راحت بگو نمیخوام بمونم. اگه زوری ها بردنت. علی آقا این اصلا و بعضیشون گیر داره. بذار کنار محمد به هر حرفه گیر میکنم.
امیر محمد گلکار. بله آقا. باشی به اینجای دقیقه. بله بله. 3776 3 تاشو بود 96 0 78 0 28. اوه بخشی من پام درست کردم. آقا ما میخواستم اعتراف کنیم که رضایت‌نامه بابامون رو جعلی درست کرده بودیم. الان بابامون اطلاع ندارن که ما اومدیم اینجا و خانوادهمون الان نگران هم. ما میخواستیم بریم. صادقانه گفتم، راستشو گفتم که بدونید دارم راستشو میگم که ما رو سواری یه ماشین کنیم ما برگردیم خونمون. آقا دل مادرم شور میزنه. شهاب بهش گفتی اردو چند روزه است؟ آقا شهاب بهش نگفته بودی اردو چند روزه است؟ بله. آقا حالا چه فرقی میکنه؟ شما میخواید بگی فردا تمام میشه دیگه. آقا ما نمیخوایم بمونیم. به این دلیل که رضایت‌نامه من جعلی بوده. الان خانواده‌ام نگرانن. نمیدونم شما تالا بچه بشید یا نه. بچه بشید تالا؟ وقتی بچه آدم دیر میکنه؟ آقا ما تالا 100 دفعه دیر کردیم. اون مادر بدبختمون ننه بدبختم میومد سر کوچه از سر دلشوره. دلش شور میزد بعد میگفت هر دقیقش به اندازه 1000 سال طول کشیده. حالا اون بدبختا بیان 10 ساعت دیگه به خاطر من قصه بخونن که من برسم؟ آقا ولکو بابا مگه از سیر گرفتی؟ بابات ازت داده میدونه اردویی. نه 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 بابا اصلا نبود. من اصلا راجب اردو بابا حرف نزدم. این رضایت‌نامه قلابیه. کاغذ در بیت نشون بده. من یواشکی اومدم قلابیه همش دستخط خودمه. محمد رضایت‌نامه رو بیار. دستخط کیه؟ دستخط بابات دیگه. این دستخط قلابی خودته. فکر کردم دست کورا طرفی. همون موقع که قیافت رو دیدم فهمیدم. سلام علیکم برادر. همون شب تو مدرسه رفتم بالا اتاق عمت. بابا تو عمو اومده بودن دنبالت میگشتن. بهش گفتم بچت اومده پایین بدون اجازه میخواد بیاد اردو. نشون به اونشون که شوهر عمت هم بود. عمت هم دو تا بچه داره. خود بابات همونجا یه کاغذ شوهر عمت گرفت، نشست، نوشت، امضا کرد، گفت من راضیم. ببینش خوبم بدونینش. آقا ولمون کن بابا تو رو امام حسین. ما میخوایم بریم. من نمیمونم. من میخوام برم آقا. آقا تو رو خدا ولمون کن. آقا راستشو میخوای؟ راستشو میخوای؟ ما دیگه طاقتمون تاق شده. به خدا طاقت من نیم ساعتم نمیتونم تحمل کنم آقا. آقا من نمیتونم تحمل کنم. بخوام من باید برم. الان ما رو میخوای ببری بیابون، بره بیابون پای پیاده. از اون گاز اشکاوه از این خش بشم مش بشم. بابا ولمون کن تو رو خدا. من نمیمونم. باشه باشه، من یه اردو تفریح دو روزه چند تا خشم شب داره. پاشو برو تو آسایش آسود بگی بخواب حال کن. دیگه از امت کسی با تو کاری نهره. پاشو سر هم برو بهداری اون صورت رو درست کن. پاشو تو از این وقت مستمازادی. پاشو برو. پاشو پاشو برو کیفشو. آبا اجازه دستون برو. تلویزیون بریزم اینجا بود خوب بود. داداش شما مستم آزادی؟ آره من هم مستم آزادم. نمیدونی بابا که مستم آزادیم غذا مزه میدن یا نمیدن؟ چرا میدن؟ میدن چرا؟ علی حرفا نیستم میدن. شامو که خوردیم و فردا صبحم که نمازو خوندیم راه رفتیم. ملالی نیست. ملالی نیست.
مزه نریز بیار پایین بیار من یک سر بدارم نباس خاکی رو داریم بچه ها نباس خاکی رو داریم تحیل دمال بیت الماله بیاری پایین بیاری پایین بایست من خودم با موتوی میرسیم همیست بیا پایین بیا پایین بیا جلو چی؟ بله بیا پایین بیا پایین قیف نه یه اکسی یادگاری بگیریم بیا پایین بکو وای اینا هر که در میکنه اینجا زن میخواد زن بیا این دیگه بیا یه اکسی یادگاری بگیریم بیا یا محمد دایی با تو نیستم من دیگه یه یکی دیگه یه یکی دیگه خسته این بیا من دیگه بین سری کم آقا بیا آقا خون نده یه چیزی به دویان ناراحت نمیشی؟ با من از این چی ناراحت نمیشی؟ از این فرمی که خودتو زدی به مظلومیت در بیا قوی باش سعی کن حالتات واقعی باشه آدم بره تو رفه براش درده سر درست چیکار کنم خوب؟ اینطوری باشم خوبه؟ ببین نخواه با مظلومیت بازی یه کاری کنی که هیچکی به یکی چی نگه سخته ولی تو فیلم نرو باشه بابا آقا جون تو راست میگی تو راست میگی ببین من آدم زیاد ادای آدم حسابی عاقلا رو در آوردن خوب نیست آقا چرا نمیگی جنبه انتقاد داشته باش بیا بریم ولکن آقا جون ولکن بابا برو من اصلا رفیق لازم نره نمیخوام منو برسونی جنبه انتقاد داشته باش دو قدم راست خودم پیاده میرم پاک دارم تو رو میخوام چیکار تو جزی که اصلا آدم دان کنی چی بلدی هیچی رفاقت نمیفهمی باش با حال تو که میفهمی یه بچه ای هستی که لوسی و زیادی نازتو کشیدن عادت کردی حتی اگه گندم بزنی وانمود کنی که حق با توه آره داداش من گند زدم همینو میخواستی بگی آره من گند زدم به اندازه کافی اونجا حالم گرفته نشو خوب اونجا همه بهم نخندن خوب دلقه که اردو نشده بودم آقای عقل کل آقایی که گند نمیزنی تو عوضی که به فکر این باش من ناراحت نباشه به فکر این که اعصابمو خردتر کنی داغونتر کنی تو دوست رئیس آدم باش تا رفیق آدم فهمیدی ببین داداش بی خود فکر کردی همه چالی تو ما خریم فهمیدی من هیچکیو ندارم که اوزا مینه او لوس نشو بیا بریم بیا ناز نکن آقا امیر بیا بریم بیا برسونم شاب برو احترام خودتون گرد شاب برو شاب تو رو خدا بیا برو ببین من باید برم خونه فهمیدی باید برم روبروی بابا وایسم که اون شب از دستش فرار کردم تو حالا میره خونه پیش مامانت مامانت نازتو میکشه منم که باید برم خونه هر لحظه ممکن زایم کنن ممکن بابا یه چک بخوام زیر گوشم زایت نمیکنم بیا بریم چرا زایت نمیکنم بیا بریم دیگه من میدونم زایم بیا بریم با من زایت نمیکنم سوارشو بریم سرواشو بیاریم دوستش امیر
جونم خوشون جونه بابا. سلام بابایی، قربونت برم. سلام مانو قربونت. چیه؟ ببینم چی شده؟ چرا شد زخم شد خالی خود؟ نه خدا بخواد طوری نشده، خدا رحم کرده به گیشگاد نخورده. قرون دارم ما رسیدیم، حالا برو پیش مادرت بگو یه خوره دواگولی بریزه روش، یه باندم چسبونه روش، ببین از خوشحال میشه بابا. داداش بیا قربونت با این زن ما صحبت کن، نره تهران. بازم قهر الله و اکبر. قهر که نه، ولی اصرار که شب عیدی میخوام برم لباسون پیش ننه بابا. بیا صحبت کن قربونت. سلام، خوبی؟ یه چند دقیقه ببخشید. وقتی میبینم این بچه آدم صبح بلند میشی بدون این که مادر بدبختت رو حرص بدی میری مدرسه، بهت میگم آفرین. یه کاری کن همیشه بهت میگم آفرین. اگه درست رفتار کنی پول هفتگیت هم بیشتر میکنم. من دیگه دارم به درس علاقه من میشم، بعدم من به درس علاقه دارم نه به پول بابای مهربونم. سلام. سلام، خوبی؟ خیلی بده ها جواب سلام نمیدی آقای گلکار. شما بی خود کردی جواب دادین. وقتی من جواب نمیدم شما هم نباید جواب بدین خانم گلکار. وا بابا، شما دلتون نخواد با کسی تو دنیا حرف بزنین، من باید ساکت باشیم؟ باید زبونمونو بکنیم بندازیم دور؟ بیژن برای چی؟ ها بگو برای چی اصلا اینجوری هستی؟ اگه فکر میکنی نمیخوای به ما بگی خیال تو راحت کنم، اصلا میرم با احترامش حرف میزنم. شما میخواین همین باهاتون حرف بزنن؟ منم حوصله توضیح دادن ندارم خانم، ببخشین. فکر کردی من مرده اینم که تو با من حرف بزنی؟ اینو من درسته که قرص میخورم حالم بده، ولی اصلا نمیخوام صدا تو بشنوم، میفهمی؟ ببین تا اون موقعی که همین آشغال بود با اون حرف میزدی، انگار نه انگار که من با خودش ننش حرف نمیزنم. گفتم بذار خودم جنبه نشون بدم، نشون دادم. حالا که حالا این دلقکی های تحویل میگیرید؟ نه بابا، اصلا این باعث شد که همایونو بیرونش کردن. این مثل همایون نیست، خیلی خوبه، با این دشمن نباشین. شما در مورد همایون آره شما درست میگین، ببخشید ما اونجوری برخورد کردیم. من خر نکن، من خودم خر خدایی هستم. ببین شیما خانم، من حوصله توضیح دادن ندارم، اون کاری رو بکنید که میگم، لج نکن. من خودم از همه قاطی ترم، گوشی کنین اصلا خورده خورده، فقط قرص و دارو نمیخورم. دیگه هم مثل قدیم سر خودم به دیوار نمیکوبم. میرم یه بیت بنزین میارم وای کبریت، شما و خودم یهو آتیش میزنم. فردا روزنامه میرسن کیهان اطلاعات پدری زن و همسرش آتیش زد. دیگه خود دارید. داداش داداش بابا سه ساعت شد، بریم دیگه، دیر شد. داداش مامان بابا از آقا فراز خیلی بدش میاد،
من فکر نمی کنم اجازه بده با هم ازدواج کنیم. بعدم اجازه مادر تنهایی کافی نیستش که. حالا ما چی کار کنیم؟ نگران نباش مادرشو. فعلا تو برو از آقا فراز درس رو یاد بگیر. من خودم آروم آروم درستش میکنم. برو مدرسه. نگران نباش. سلام. سلام آقا عباس. سلام. داریم این دوزی؟ سلام مادر، بیا عزیزم، بیا ببینه. قربونت برم الهی. امیر، این چیه؟ زخم شده مادر؟ چیز نشده اون. مگه تو مادر نداشتی که صورت زخم شده؟ چی نیست اون، خوردم زمین. زخم شده چیز عزیزم. چیز نشده اون. مادر قربارت رو بده. صورتشو. بچه معلوم نیست چی کار کرد. شو زخم موزیلی قربانو چشمت برم عزیز مادر. همه کسم نبینم تو زخمی شدی. کل من یه چایی به تو بودم این بخور گرم بشی عزیزم. نبینم پسر گل من ناراحته. ای خدا این میخواه مرد باشه، این میخواه خانه دار بشه، زندگی دار بشه، ازدواج کنه. آخه یه ذره دست با چروکتی نباش، به داد خودت برم. میسوزم دلم بریم آرم بسوزه. من نگران تو هم عزیز من. ببینم افتخار بیان تو هم. نه دست شما درد نکنه. قشنگ زده افتونی کن تو خدا. افتونت نکنه خدای نکرده. خواهی همسر بشی، آقا بشی، پدر بشی، اینجوری که نمیشه عزیزم. یه ذره باید دست با دار باشی. تو اجتماع خودت حمایت کن. هیچکی به داد تو نمیرسه. چسب بزنم رویش. افتخار صبحونه خوردین جانم؟ زخمش خیلی عمیقه. نه نه منیره رفته قند و شکر بگیره. الان برای صبحونه آماده میکنم. باشه مادر. من برم بالای خور بخوام. برو مادر، برو استراحت کن، هر جور راحتی. برو قربونه دارم. Thank you.
سلام شیر خانم. شیر خانم اون کادر اندادم تو کیفتون از دست من ناراحتین؟ من اصلا متوجه نشدم. اگه متوجه می‌شدم واقعا عصبانی می‌شدم از دستتون. خب الان که متوجه شدین چرا ناراحت نشدین؟ خب برای اینکه من الان یه خیال هستم، واقعی که نیستم. اگه تو واقعیت بفهمم جیغ میزنم. مامانم اصلا بهم نگفت. دست مادرتون درد نکنه. آبرومو نبرد. واقعا خانم فهمیده ای. شیخ خانم ابرام زخم شده. به من اصلا هیچ ربطی نداره. اه؟ خجالت بکشین. شما باید خجالت بکشین. گفتم خجالت بکشین. آره آره واقعا باید خجالت بکشم. خوبی؟ خوبم. خوبم. نگرانت شده بودم. بیشتر از احمد نگرانت شدم. بابا گفت سفرش کم خطره. گفتم بابا این امیر دست و پا چلفته، یه وقت از این بلندی از یه جا پرت میشه پایین میمیره، به هیچ جا هم که حساب نیست. حالا احمد یه چیزی، یه وقت یه چیزیش بشه بالاخره اجرش پیش خداوند محفوظه، شهیده. تو چی مردی تو اردو؟ آی خدا نکنه. رفتیم دو تا سیم راه رفتیم تو هوا. به به باری کلا ماشاءالله. پس من اشتباه میکردم، امیر چولمنه. نه بابا چولمن نیست، پسرم رو دو تا سیم رو هوا راه رفته. امیر به خدا چولمن باشی هیچ که زنت نمیشه ها. بعدا نگه خواهر بزرگترم نگفت من عذب موندم. بیا. بله مامان بفرمایید. منیر جان ببین به امیر جون بگو یه وقت اتاقش ریخت و پاش نباشه. قرار شهناز و فراز و سیما بیان بالا تو اتاق آهنی درس بخونن. یه وقت اتاق... چشم ماما خودش داره گوش میده. قربونش برم ایلهی دستتون درد. من میگم فراز با شهناز ازدواج میکنه. همه میگن نمیشه ولی من میگم میشه. میشه چون بچه خوبیه. به خدا اگه تو هم پسر خوبی باشی به قرآن خودم میرم برات با هر کسی که خواستی صحبت میکنم تا راضی بشه، تا بشه. با من خواهرم، خواهر علاقه من به برادرشه. قربونت برم. من تو فقط یه ذره بزرگ شو، یه ذره این عقلتو گنده کن، یه ذره با عرضه شو بشست تو خدا به درست. امیر میچسبی به درست؟ میچسبی؟ تو رو خدا بچسب. باش بابا باش، میچسبم دیگه. باش. زنگ اول اگه نرسیدم پرسیدن چرا نیومدی خودت باید جواب بدی. چی داری زنگ اول؟ هندسه. جلسه آخر هندسه است، جلسه بعدش هم امتحان. بیا حالا یه رو وقت داریم، حالا تا بچه ها جمع میشن معلم بیا کلاس رو بیافته با دندون نکن. میرسیم حالا تا اون موقع. دیدی دیدین
پفک. امیر یه وقت فکر نکنی که تنهایی یا بعد از اون اتفاقی که برات پیش اومد میدونم اتفاق. حق داری کدوم اتفاق؟ چته؟ چرا دعوا داری؟ چرا قهر میکنی؟ ماها باید یاد بگیریم بتونیم با همدیگه حرف بزنیم. امیر میزی خازا شیزی ریزی نوزو بزر آزاد خازا تازا گازاد رزی کزو نوزو. من بعد از اون اتفاق خیلی فکر کردم، فهمدم که باید به تو هم فکر کرد، باید به تو هم فکر کرد. و امیر داداش من، الهی من قربون تو برم، به خود من از اون کوچولویات خیلی دوستت داشتم. بابا کوچولو بودی، با نمک بودی، با مزه بودی، دست و پای توپالو داشتی، شکم گنده. عکس با مامان گرفتی کنار دستو گرفته، همه علنگوهاش پیداست. عکس رو چاپش کردم نگاش میکنم دلم زف میره واسط. گوش میدارم چی میگم؟ مگه تو چند تا خواهر داری؟ مگه من چند تا برادر دارم؟ شنیدی میگم برادر پشت، برادر زادن پشت، درخت بی برادر کی کند رشد؟ آره؟ من برادرتم، من برادر زادتم، من همه کستم، همه کسم، همه کسم. هرچی داری به خود من بگو. دارن شما رو لوس میکنن، زخمتون رو میبندن، قربون صدقتون میرن. شما از اونایی هستی که اگه زیاد به توجه کنن اصطلاحا لوس میشید. حالا میبین اینطوری نبینمت غمگین باشه. به تو چه بابا؟ با کی بودی گفتی به تو چه؟ هیچی، با خودم بودم. پاشو بریم، پاشو بریم لوس. Oof.